اولی که از خیابون دارم بردم تو خونه لباست 80 تا وصله داشت. هنوز آزار عذیت نیست که خلق خوبی نیست. حالا هم که پشت لبت سبز شده وسط حروم و حلال توفیری نداری. حرف بزن. سلام دختر، چطوری؟ به خدا دوست دارم. ذات و خمیره آدم ها با هم فرق داره. اون پسره رو خام کرده چاقو که دسته خودشو نمیبره. بگی سایه سفید من رحم کن، داداش تو آقایی کن، طایفمونو داغون نکن. دکتر پوشان یه محلی رو باز کرده بودن به اسم میترافیل. آقای دکتر نامدار منو معرفی کردن به دکتر پوشان از هنرستان رمشگی و دیگه من رفتم اولین کاری که بود طوفان زندگی کار کردم. بعدش دیگه دکتر پوشان از تهران رفتن یک زمین بزرگی گرفتن در جاده کرج و اونجا رو استودیو پارس فیلم اسمشو گذاشتن. اونجا دکور میزدن و کار میکردن، همونجا فیلم برداری میکردن، اونا رو ما اونجا کار کردن. اتفاقا من از اون زن پدران نیستم، از اون اخلاقای بد اصلا ندارم. من از خدا میخوام فروغ بیاد اینجا پیش ما، تقصیر باباشه. پس اجازه میدی بیارمش منزل؟ اذا معلومه، چه حرفا میزنی جونم؟ البته هر وقت دلت بخواد بیارش تو خونه. ما در تلسم شکسته که کار میکردیم، من یه مقدار چپ تو بیابون بود، خسته شده بودم، رفتم اون پشت، یه پرچین بود، رفتم اون پشت روی سنگی نشستم، ساعت 2 بعد از نیمه شب نشستم و بعد صدام کردن و اومدم باز دوباره این طرف کار کردم. فرد صبح به من گفتن که اون جایی که من نشسته بودم یه مار کشتن، چون بیابون بود دیگه. این عروسی خیلی تماشاییه. شما از آداب و رسوم عروسی کردیت اطلاعی ندارید؟ خیلی جالبه. میدونم خانم، ولی متاسفانه من... نه آقای دکتر، بهانه نیارید. شما دیگه جز خانواده ما هستین، حتما باید باشید. متشکرم. بعدم البته کارگردان دیگه دکتر هوشنگ کاووسی کار کردن با من بودن. کارگردان های اون زمان در جاهای مختلف از من میخواستن که برم کار کنم و کار میکردن. به چشم خیش بد دیدم، ندیدم بد خوشی. معذرت میخوام، بهتون توهین کردم. شما خیلی خوب میزنید. کجا کار کردی؟ هنرستان موسیقی رو تموم کرده. هنرستان موسیقی رو؟ پس چرا با این بس؟ خب دیگه، زندگی. از نظر خودم اون موقع کار قابل قبولی بود، خوب بود. یعنی نهایت سعی میشد، حالا از نظر خیلی چیزها شاید کم بودا بود، ولی اونی که عرضه میشد خوب بود. من چیزی که دوست داشته باشم کار نمی کنم. دیواره هاشا بلنده، اما من با گوشای خودم شنفتم که چجوری تو پشه بند قربون صدقه هم می رفتیم. ایشالله به حق پنجتن آل عبا جلوی چشم مادرش پرپر بزنه. اگه خدا خداست که مورا از ماست می کشه، اگر آن جاییت غیرت داره که باها تیکه تیکت کنه، دست من نتنها رس مسلک. ایشالله دستات قلم بشه. آهای آسید مصطفی،
تا قصدتو بگیر، پس کوشون غیرت و مردونگید. منو یه جو غیرت دارم بیبی. شما آقای نادر ابراهیمی هم کار کردید. صدای صحرا رو کار کردی در ترکمن صحرا. شخصیت خوبی بودن، کارشون خوب بود. جای تأسفه که ما از دست دادیمشون. با بعد از انقلابم با خانم پوران درخشنده زمان از دست رفته. اولا یه بانوی هنرمند دارای آثار خوب هستن، فرصتی بود که یه کار خوب انجام بشه. بهتر از اون دیگه نمیتونی پیدا کنی. اگر هم فکر میکنی که من و پدرت آرزوی دیدن بچه تو رو داریم، ما دیگه از این حرفامون گذشتیم. فقط از خدا میخوام که زندگی شما سر و سامون بگیره. روز واقعه اون از نظر نوشتار، از نظر احساس، از نظر کار خیلی کار خوبی بود. یه مقدارم سخت بود البته در اون بیابانها و کارهای اونجوری و یزد بود، ولی من از کار خیلی راضی بودم. روزی که رو نوشتن یک شطر آرد به خانه زید بیاور، کسی نمیدانست که از آن چه نانی پخته میشود. خدا برکتش بدهد، راحله قبول میکنم. زن امروز خوب بود به دلیل اینکه خانم هما روستای عزیز با ما بودن و واقعا دوره خیلی قشنگی در اون زمان بود همبازی شدن با ایشون، چون شخصیت خیلی خوبی داشت. سلطانم خیلی خوب بود. ببینین اینایی که شما اسم میارین نظیر ندارن و هر کدوم کار کردن و با هر کدومشون کار کردم. من کسی کار دوست ندارم، کارشو باش کار نمی کنم. بعد از بافری بزرگ من دیگه نمیتونم اینجا زندگی کنم. گریه نکنیم، منم بارم بستم برم پیش اون. بچه هم راضی هم که اینجا رو بفروشیم. میشه از کار باقی مهرجویی ناراضی بود؟ فیلم پری من صدام بود فقط. فیلم مهمانی مامان بله، اونجا بازی کرد. یه لکه میشی تو بیار، من این بره اینجا بشورم. برنج شلاست، پسرم از شمال آورده. شیر این همه زیاد، خودم داشتم ولی خب خیلی کم بود. دست شما درد نکنه، ایشالله که جبران میکنه. حالا وقتی این حرف نیست، یه چراغ خوراکفزی هم بیار، همینجا درست میکنیم. اون وقت دو دودن را نندازیم. مفت مفت خانم، زمان که عوض شد از نظر تکنیک معلومه که خیلی متفاوت شد، ولی از نظر کار به هر حال آدم میپسنده که کار میکنه. هر کدوم از کارا برای من ارزش داشت و نیرومو واقعا گذاشتم که کار خوبی. حالا اگر نیرو کم داشتم نمیدونم. عشق فراز و نشیب و گرم و سرد نداره، دور و نزدیک نمیدونم. تو همین آبادی زندگی کنم، این بدترین عذابیه که من سراغ دارم. دلم نمیخواست از پسرم چهره زشتی بسازن که مردم لعن و نفرینش کنن. شاهی که نصف شب تاج گذاری بکند، حال و روز ملکش بهتر از این نمیشود. کاری که با آقای سعید نیکپور داشتیم و خاطره خیلی خوبی برای من داره، رول برای من خاطره خوبی داره و حتی احترامی که برای آقای نیکپور داشتم. ما که در تبریز دیدیم شما چطور حیف و دریغا می کردید و خاقان مغفور این خاطرش نبود. نایب السلطنه خرج خانه‌اش را از قنسول انگلیس قرض می‌کرد. آن وقت اینها ما هم داغ همان روزها را داریم. نکند قاجار می‌ترسید ما را در شیراز حیف و میل بکند، خواست به یک ترفندی ما را تا اینجا بکشاند. بعد هم به میرزا ابوالقاسم دختر دادم. اولین کاری که من کردم با آقای میرباقری گرگ‌ها بود و بعدش مسافر ری بود و بعد مختارنامه. معمولا من با کارگردانایی که کار کردم عدهشون که واقعا قابل احترام، یکی دوتام که یا مشکل بود باید قبول میکردی که حالا باید کارت ادامه بدی. مثلا من یادم میاد که
آخرین کاری که با آقای میرباقری داشتم، من یک پلان که کار داشتم، اینو که میگرفتم آنن میگفتن صندلی بذاریم بشینه، در حالی که من در کمتر کارهایی دیده بودم که حالا باید اون گوشه وایسیم تا کار چیز شروع شد. یا تو بیابون باید یه سنگی پیدا کنی روش بشین، ولی در کار آقای میرباقری اینطور نبود. البته بقیه هم یه توجهی داشتن، ولی نه همه. من مادرتم، دلم نمیخواست از پسرم چهره زشتی بسازن که مردم لعن و نفرینش کنن، هرچند که ساختند. تو با خراب کردن قبر حسین چهره من فوری شدی جعفر. نمیدانم، شاید اعمال تو قرامت معاصی من است. من بعد بخواهی به میل ترک رفتار کنی، شیرم را حلالت نمی کنم. آقای میرباقری در نوع کار خودشون بی‌نظیرن و مواظب همه چی در غیر از کارشون، مواظب این بودن که کسی ناراحت نشه، کسی خسته نشه. نیامدم منعت کنم که غم نخوری و بیتابی نکنی. داغ زن و فرزند جانکاست. همه ما در نوبت مرگ ایستاده ایم. حضرت عزرائیل با کسی تعارف ندارد. از مادرت میشنوی اجازه نده این داغ جگرسوز خانه نشینت کرده کمرت را بشکند و دشمن شادت کند. آقای حسین پناهی هم در کار آقای احمد جو بودن که با هم کار کردیم و هم که فیلم خودشون داشتن ببیون بود. یک پارچه لطافت، سادگی، اونجوری که عشق به کار بود. آقای حسین پناهی خیلی خوب بودن، یادشون بخیر. من به دستم و به خاطر خواهی شما به شکستن دادم، بستمش به گردم و خوب شدم، اما دل اگه بشکنه چی جوری باید جوشش بدن؟ یه کاری با آقای احمد جو داشتم، روزی روزگاری فوق‌العاده بود. یعنی اون رولی بود که من در خاطر داشتم که یه روزی یه زنی با یه قدرت اینجوری بازی کنه، چون من از این که زنی رو بیارن که خیلی البته بسته به فیلم نامه و اینا هست، ولی همیشه یه نقشی گذاشته میشه که این یاد گوشه آشپزخونه هست، یا داره از دست شوهرش قر میزنه، یا یه چیزای اینجوری، ولی یه چیز جدا از اینا بود و فوق‌العاده بود. من شک نمی کنم، تو هم هرچی من میگم باور کن. خوبه؟ حالا اون که من به دوا درمونش میرسم تو نیستی، پسر خودمه، مادرم، حق مادر فرزندی به گردنمه، باید خوبش کنم. قرضت که تموم شد اگه دلت خواست از اینجا میری، ولی تا وقتی هستی من مادرم، تو پسر. قبوله؟ مادر و فرزند نباشیم میخوای چه کاره هم باشیم؟ قبول میکنی من مادرت باشم؟ آبارکلا، پس بچه به مادرش نه نمیگه، هرچی گفت میگه چشم، حتی اگه باب طبعشم نباشی. تو خیلی روز طول میکشه تا خوب بشی، هر قدر طول کشید تا زخمت خوب بشه مزدش همونقدر باید بمونی برای من کار کنی. بعد از روزی روزگاری تفنگ سرپر که تقریبا بازیگرا عده‌ای از اونا بودن توی اون کار، ولی اون روزی روزگاری نشد. نمیگم بد بودا، کاری بود، اگه به خودش نگاه کنه این کار بدی نبود، ولی روزی روزگاری یه کار مشخصی شد توی کارا. سید خونه است؟ سلام. سلام. علیکه سلام. آره خونه است، چی کارش داری؟ من یه تو چپا بیام. مگه قدقن نکردم پیش از صلات کسی نیاد اینجا در بزنه؟ ما نوکر و آقا و ارباب و رعیت و همه میذاریم زنده باشن و تو همین آبادی زندگی کنن.
این بدترین عذابیه که من سراغ دارم، یا بهترین مجازات. آقای سیروس مقدم کاری داشتن به اسم روزهای زندگی و از نظر من کار خوبی بود، مناسب بود، یعنی کار ایشون خوب بود. مادر صبر کن، صبر. من اصولا روی ادبیات عرفانی خیلی کار کردم، یعنی خوندم و اغلب کتابام اونجوریه. آقای شهرام اسدی که پیشنهاد دادن من رفتم، البته فیلمنامه رو خوندم، دیدم که از نظر من خیلی جالبه، چون شیخ بهایی یک نام فراموش نشدنیه در همه چیزی. ایشون چه کارهایی که انجام دادن در چیزهای مختلف، و به خصوص که شادروان خسرو شکیبایی بود که من باش کار کرده بودم و خیلی هم ازش راضی بودم، یعنی از کار کردن با ایشون راضی بودم، چون یه شخصیت به خصوصی بود و واقعا حیف که ما ایشون رو نداریم. عشق فراز و نشیب و گرم و سرد ندارد، دور و نزدیک نمیداند و اندک و بسیار و نفع و ضرر نمی شناسد. شاه به شما منصب شیخ الاسلامی پیشنهاد خواهد کرد، مبادا استنکاف کنید، مبادا بگویید لایق تر از شما در شهر بسیار است که نیست. حتما با علاقه و عشق تمام برای این کارهای تلویزیونی بودم، چه کارهای دوبلاژ، چه کار رادیو و چه کار سریال، چه کار تئاتر، هر کدوم در جای خودش، و چه دکلمه اشعار، هر کدوم بر من جای خودش خیلی دلپذیر و زیبا بود. من ایرانم به ژرفای تا